سلام به شما. امروز قراره که با پروانه حسینی درباره بحث آموزش در منشوری که جمعی از فعالان زنان نوشتن صحبت بکنیم. این منشور حدوداً بهمن ماه نوشتن جمعی از فعالان زنان ایران و کل منشور 6 تا فصل داره. یکی از این فصل‌ها بحث آموزشه. پروانه حسینی هم فعال حقوق زنان هستن و متخصص آموزش. من ایشون رو دعوت میکنم به برنامه. سلام خانم حسینی، خوش آمدید. خیلی ممنون، مرسی. خب ما برای اینکه بحث شروع کنیم، من مواردی رو که در منشور در حوزه آموزش مطرح شده رو یه مقدار میخونم به طور یکمی خلاصه تر و بعد میریم سراغ بحث. محتوای آموزشی، ساختار و فضای آموزشی باید فارغ از هر گونه تفکیک جنسیتی باشه و با مدیریت شورای معلمین، دانش آموزان و والدین اداره بشه. حق آموزش به زبان مادری باید وجود داشته باشه. آموزش جنسی باید برای همه دانش آموزان وجود داشته باشه. آموزش مهارت‌های زندگی، تمرین زندگی جمعی و اختصاص زمان و مکان بازی برای کودکان تا قبل از ورود مدرسه باید وجود داشته باشه. آموزش اجباری و رایگان تا پایان دوره متوسطه و آموزش عالی رایگان و برابر برای زنان، مردان و جامعه رنگین کمانی و برچیده شدن هر گونه سهمیه بندی جنسیتی، مذهبی و غیره باید از تمام مقاطع برداشته بشه. در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی برای تحصیل زنان مناطق محروم نگاه داشته شده و زنان مهاجر تا سطوح عالی و همچنین ارائه رایگان وعده غذایی و وسایل مورد نیاز تحصیل برای همه در تمامی مقاطع زیر نظر شوراهای دانش آموزی و دانشجویی. اینها مطالبی بودند که در این منشور در نسخه دوم و تصحیح شده منشور مطالبات زنان نوشته شده و ذکر شده. حالا ما بحث رو اینطوری شروع میکنیم که اول بریم سراغ محتوای آموزشی، ساختار و فضای آموزشی که توش تفکیک جنسیتی نباشه. من نظر شما رو در این باره میخوام بفهم. خیلی ممنون، مرسی. در مورد تفکیک جنسیتی که خب ما میدونیم الان توی ایران از 44 سال هستش که دانش آموزان از همون ابتدا که وارد مدرسه میشن، از کلاس اول تا وقتی که به صدا دبیرستانشون رو تموم میکنن، دختران و پسران تو دو تا مدرسه جدا آموزش داده میشن. این خودش یکی از اشکالات مهمی هستش که بچه ها از همون ابتدا توی جامعه ای وارد نمیشن که نمونه ای هست از جامعه واقعی که فردا قرار هست توش زندگی بکنن و کار بکنن. به خاطر همین خب آماده نمیشن برای وارد شدن به اون جامعه بعد از اینکه به طور دیپلم تحصیلیشون رو میگیرن. این که مدرسه ها این امکان رو داشته باشه که دختران و پسران بتونن در کنار همدیگه از ابتدا زندگی بکنن و به طور فضا طوری باشه که در عین حفظ امنیت همه طیف های جنسیتی بتونن در کنار هم زندگی بکنن، در کنار هم درس بخونن، به لحاظ فضا و محیط مدرسه این یکی از اهدافی هستش که خب هدف مهمی هست. یکی دیگه صحبت از محتوای آموزشی شده. خب محتوای آموزشی باز یکی از نقاط ضعفی که الان وجود داره و باید برطرف بشه این هست که بسیاری از دروس نه تنها درس هایی که فقط یعنی از دو لحاظ نقش های جنسیتی الان برای دانش آموزان از پیش تعیین شده و به اصطلاح بر اساس دوگانه سازی زن و مرد هم طراحی شده و این به دو روش هست. یکی بعضی از دروس برای زنان دختران و بعضی از دروس برای پسران اصولا طراحی شده و اینکه بعضی از دروس دیگه که اصولا برای دختران و پسران جدا طراحی نشده، مثل مثلا زبان انگلیسی یا ریاضی یا خیلی از دروس دیگه،
طوری محتوا چیده شده و یا مثلا روی جلد، مثلا یادمون هست نقاشی روی جلد کتاب ریاضی که دختران از روش برداشته شدن، روی جلد درون کتاب همون زبان انگلیسی که میگم، میدونیم که در توی متون خیلی وقتا دختران کنار مادرشون مثلا دارن ظرف میشورن و آشپزی میکنن و اینا، و پسران کنار پدرشون یا دارن مطالعه میکنن یا دارن مثلا فوتبال بازی میکنن. از به روش های مختلف، یعنی این تفکیک جنسیتی و نقش دوگانه کلیشه‌ای جنسیتی تلقین داره میشه به دانش آموزان. خب همونطور که توی منشور گفته شده، مهم هست که این تفکیک وجود نداشته باشه، چه به لحاظ فیزیکی که بتونن، حالا این یه مقدار میدونیم که باید تدریجی باشه، میدونیم که نباید خیلی اجبار و فشار اولش باشه، ولی به هر حال باید این امکانات فراهم بشه که دختران و پسران بتونن در کنار هم و در فضای امن با همدیگه درس بخونن و اون محتوا هم اونها رو هدایت نکنه الزاماً به سمت دو سوی کلیشه. دختران بتونن آینده خودشون رو هر جوری که استعدادشون علایقشون نشون میده ببینن، در محتوای آموزشی آماده بشن برای هر رشته از درس و کاری که در آینده میخوان داشته باشن. پسران هم همینطور بتونن آماده بشن برای اینکه هر رشته از تحصیل در دانشگاه یا شغل یا روش زندگی در آینده که میخوان داشته باشن، اون محتوا برای هر دو جفتشون این امکان رو به صورت برابر و بدون پیش داوری فراهم بکنه. این یک قسمتش هست. یکی هم به لحاظ روشه، یعنی یکی از توجه هایی که ما در آموزش میتونیم داشته باشیم این هستش که حواسمون باشه به این که متدولوژی یا روش آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی، خب این دیگه نقش معلمان خیلی مطرح میشه در آموزش معلمان و تربیت معلم، این گنجانده میشه که چطوری با وقتی که قرار هستش که این تفکیک جنسیتی از بین بره و اون برابری و آزادی برای همه دانش آموزان دنبال بشه، در روش آموزشی هم چه کار میتونیم بکنیم که دختران و پسران اون کلیشه ها شکسته بشه براشون و دخالت بدیم همشون رو در تمام مسیر. مثلا اگر یک پروژه‌ای هستش که میخوایم انجام بشه، حواسمون باشه اگر درس مثلا قسمت ریاضی داره یا فیزیک داره یا چیزهایی که معمولا با کلیشه به پسران نسبت داده میشه، توی اون روشی که حواس معلم و برنامه ریز آموزشی هست میگنجونه که حتما باید فضا داده بشه، دختران هم بتونن اینجا شرکت بکنن و حتی بعضی وقتا کمک مضاعف بگیرن در ابتدا. حواس مثلا برنامه ریز و معلم باید باشه که اگر داره به دلیلی حذف میشه، به خاطر خب به هر حال این کلیشه ها وقتی حضور داشته سالهای سال، به آسونی هم نمیشه ازش فقط بگیم که باید اینطوری باشه، باید براش برنامه داشته باشیم. و همطور برعکس، اگر باز قسمت هایی از پروژه های آموزشی هستن که معمولا پسران در اون یاد خالت نمیدن یا فکر میکنن به خاطر باز اون کلیشه ها که پسران اونجا جاشون نیست، باید توی اون روش گنجانده بشه که چطوری شرایط رو باید طوری چید و تعریف کرد که همه دانش آموزان بدونن که اونجا جا دارن تو تمام نقاطش، توی همه نقش هایی که توی روش های آموزشی موجود هست میتونن حضور داشته باشن. اینا یک کلیتی هست از اینکه چطوری فضا و محیط و مواد و روش آموزشی باید تفکیک جنسیتی رو از بین ببره و امکاناتی رو فراهم بکنه که دانش آموزان فارغ از اینکه در چه جنسیتی دارن چه جنسی دارن، بتونن خودشون رو در کنار هم دیگه در هر نقشی که اونجا علاقه دارن بهش ببینن و حضور داشته باشن و به صلاح بهش اون امکانات و فضا داده بشه. مرسی. تو همین بحث راجع به شورای معلمین والدین دانش آموزان اشاره شده، نظرتون راجع به این چیه؟ چون این ساختار وجود نداره در نظام آموزشی فعلی ما. ببینید، شورای یک مقداری از، حالا البته بنا به اینکه چه نظام سیاسی وجود داره، ولی معمولا شوراهای معلمین یه مقدار اختیار میده به اینکه معلمین بتونن تصمیم بگیرن، با همدیگه فکر بکنن، چون به هر حال معلمین متخصصینی هستن که یک سری از دوره ها رو دیدن
و الان به عنوان متخصص قرار هستش که یه سری از مواد آموزشی که نظام آموزشی کشور روش تصمیم گرفته رو بخوان اجرا بکنن. حالا مناسب با اون فضایی که دارن کار میکنن، مناسب با حالا شهر، منطقه است، روستا هست، حتی بعضی وقتا مناسب با مدرسه‌ای که دارن توش کار میکنن، باید تا یک مقداری این اختیار عمل رو داشته باشن که بتونن با همدیگه جلساتی داشته باشن و تصمیم بگیرن که بعضی از مواد رو چه چیزهایی بهش کم و زیاد بکنن، نیازهای خاص این دانش آموزان چیه و اینجا چی میطلبه. این رو اون شوراها هستن که میتونن با همدیگه تصمیم بگیرن. نقش والدین خب اینجا خیلی مهم میشه، به خاطر اینکه همین فضای خاصی که داریم حرفش رو میزنیم، خب این فضای خاص به مقدار زیادیش برمیگرده به اینکه این بچه ها از چه خانواده هایی میان و مخصوصا پدر و مادرانشون چه مشارکتی میخوان داشته باشن، چه دغدغه هایی دارن، چه نیازهای خاصی دارن. و خب اینو شورای معلم ها جدا، شورای والدین جدا، و ادغام این دوتا، یعنی اینکه با همدیگه هم بتونن تعامل داشته باشن، کمک میکنه به اینکه بعضی از تصمیم های درست گرفته بشه. در کنار اون، به خاطر اینکه بچه ها هم کم کم عملیات پیدا بکنن، خب خیلی عالی میشه که خود بچه ها هم حق این رو داشته باشن که نمایندگانی داشته باشن و اگر نیاز خاصی دارن، اگر مشکلی دارن با چه محتوا چه با روش، اونها هم همینطور نمایندگانشون بتونن بیان و حرف بزنن. و از ادغام این چند شورا که معلمان هستن، والدین هستن و خود دانش آموزان هستن، مواد و روش آموزشی مناسب بشه با اون فضای خاصی که بچه ها دارن توش درس میخونن، پدر بچه هایشون رو دارن اونجا میفرستن، معلم ها دارن اونجا کار میکنن. طبعا معلم ها خودشون پلی هستن بین دانش آموزا و والدین با مقامات آموزش پرورشی حالا منطقه و کشور. اینه که بسیار روش درست و مناسبی هست، جلوگیری میکنه از این که مثل الان که معلم ها مثلا در مورد آموزش های مربوط به روابط جنسی دست و پاشون بسته است و میبینن. خب من با معلم های زیادی صحبت میکنم توی این سالها، خیلی وقتا صحبتشون میکنن، میگن اصلا ما لازم داریم بعضی از چیزها رو میبینیم که بچه ها لازم دارن باید آموزش داده بشن، ولی دست و پامون بسته است چون که از اون چارچوب اصلا نباید خارج بشیم. و این حالا اون یه مثال بود، مثال های مختلفی میشه زد از اینکه الان معلم ها زیاد از حد دست و پاشون بسته است، در صورتی که علم و دانش و آگاهی و ارادش رو دارن، دلشون میخواد که تو آموزش مقدار برها تعلیماتی که دیدن و چیزی که تو فضا احساس میکنن و بتونن اون رو بیارن کمک بکنن بیشتر به اینکه کلا نظام آموزش بهینه تر بشه. اون شوراها کمک میکنه قطعا به اینکه بهینه تر بشه نظام آموزشی. مرسی. بریم سراغ آموزش به زبان مادری. نظر شما راجع به این چیه در ساختار آموزشی سالم؟ خب ما میتونم بگم که یکی از چالشی ترین قسمت هایی که در مورد آموزش خواهیم داشت در ایران این هستش که خب صحبت از اینه که از یک طرف خواسته تعداد زیادی از افراد جامعه ما هستن که این هستش که آموزش و اینجوری تقسیم هم میشه دیگه، آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری، که مخالفین و موافقین خودشو داره. خیلی ها الان دارن میگن که خب آموزش زبان مادری باشه، که خب مربوط میشه به یه بخشی از سواد آموزی در واقع، که مثلا بچه‌ای که زبان مادریش ترکی هست، کردی هست، بلوچی هست، عربی هست، حالا هر زبانی که زبان مادریش هست، اون زبان رو بتونه خواندن و نوشتنش هم یاد بگیره، این سواد آموزی اون هست. که خب مثلا بچه ها کلاس اول دوم سوم دبستان اول که میرن فارسی رو یاد میگیرن بخونن بنویسن، و در واقع اون زبان مادری خودشون رو سواد خواندن و نوشتنشون رو با این سیستم محروم میشن ازش، که خب یک اشکاله. یه مقدار زیادی توافق در این مورد وجود داره که این اشکال باید برطرف بشه. حالا اینکه با چه روشی و چه سازوکاری اون بماند، اصلا توافق بر سر اینکه این هدف
گنجاندن آموزش زبان مادری در اهداف آموزشی مثلا دبستان، دوران دبستان، آیا این هدف مناسب هست یا نه، تا یه حد زیادی توافق روش هست. یه چیزی که توافق روش خیلی کمتر هست این آموزش به زبان مادری هست که معنیش این هستش که بچه‌ای که باز زبان مادریش فارسی نیست، ترکیه، کردیه، زبان‌های دیگه هست، مثلا اگر میخواد درباره علوم، درباره حالا مثلا یک چیز ریاضی، یه چیز دروس دیگه غیر از خواندن و نوشتن چیزی یاد بگیره، آیا بهتره به زبان فارسی اون رو یاد بگیره یا به زبان اول خودش، به زبان مادری؟ اینجا در منشور ما میبینیم که خب نوشته شده که این حق رو دارن که بچه ها به زبان مادریشون آموزش ببینن. من شخصا موافق هستم. بیشتر سازوکار هست که مهم هست که با چه سازوکاری. حالا اینکه چرا آموزش به زبان مادری مهم هست، ببینید ما آمار زیادی وجود داره که در مناطقی که بچه ها به زبان دیگری غیر از زبان فارسی، زبان اولشون هست، زبان مادریشون یا زبان اولشون هست، اگر وقتی مجبور میشن، الان این هست سیستم دیگه، چون مجبور میشن که به زبان فارسی بقیه دروس رو هم یاد بگیرن، افت تحصیلی خیلی بالایی دارن. یک نابرابری به وجود میاد بین اون بچه ها با بچه هایی که اون دروس به زبان خودشون هست، فارسی زبانان به زبان خودشون هست. مثل میمونه که یک مسابقه ای رو راه میندازیم ولی جلوی پای بعضی ها یک موانعی رو میذاریم و میگیم خب حالا باید بریم برسیم در مثلا این مدت زمان به مقصد، در صورتی که موانع وجود داره جلوی پای بعضی ها. اون بچه داره همزمان سعی میکنه زبان فارسی رو یاد بگیره و مثلا فلان درسی رو هم یاد بگیره، وقتی که عقب میمونه یه درس دو درس از اون، جبرانش براش سخت‌تره، به خاطری که بازم باید به همون زبانی که براش مانع بوده نتونسته اون درس رو یاد بگیره، حالا تازه با سرعت بیشتر بخواد اون رو هم یاد بگیره. این کارو بسیار مشکل میکنه. این موضوع، این مشکل فقط هم مشکلی نیستش که مربوط به ایران باشه، دنیا تجربه داره در این مورد، نه فقط هم امریکا و اروپا و کانادا، همون کشورهای اطراف خودمون هم تجربه دارن. هند تجربه خیلی زیاده، کشورهای آسیای شرقی تجربه خیلی زیادی دارن. روش‌های مختلفی روی این موضوع کار شده و به نتیجه رسیدن که اگر به خصوص در سالهای اولی که بچه‌ها وارد سیستم آموزشی میشن بتونن به زبان خودشون اون دروس مختلف رو به اصطلاح آموزش ببینن، در معرض آموزش اون دروس به زبان خودشون بشن، اون مفاهیم رو بهتر میفهمن و اون مفاهیم رو وقتی بهتر بفهمن، اون موقع منتقل شدنش به زبان دیگه، مثلا زبان معیار هرچی هست، زبان فارسی اینجا در مورد ایران، آسون‌تره از برعکسش. پس این سیستم، این که بچه‌ها به زبان مادری یا به زبان اول خودشون دروس رو مخصوصاً تو سال‌های اول دبستان بهشون آموزش داده بشه، این امکانات، نیروی انسانی، معلم، محتوا وجود داشته باشه که بچه‌ها بتونن به زبان خودشون بعضی از دروس رو یاد بگیرن. و بعد باز میگم این صحبت روش هست که اینجا بحثش طولانی میشه، خیلی تخصصیه ولی روشش موجود هست، چندین روش داره کار میشه. مثلا سیستم آموزش پرورش ایران هم میتونه نگاه بکنه، متخصصین، معلمان، زبان آموزان، متخصصان میتونن بشینن فکر بکنن، با همدیگه کار بکنن، یه مدتی بگن کدوم روش مناسب تر هست برای ایران. ولی به هر حال روش های مختلفی هست که میشه این انتقال و همزمانی آموزش زبان فارسی و آموزش زبان‌های مادری ایران رو روش کار بکنن، انتخاب بکنن کدوم روش‌ها، و به هر حال بچه‌ها رو
همطور رها نکنن به حال خودشون که بله شما باید بیاید، یا یه سری اسطوره ها و افسانه هایی هم آخه وجود داره که هی میچرخه که بله بچه که میره مدرسه هر زبانی که باشه دیگه مهم نیستش یاد میگیره. خب بله هر زبانی که باشه یاد میگیره، ولی با سرعت کمتر به نسبت اون یکی بچه ها ناعادلانه است. اون مسابقه افت تحصیلی وقتی پیش میاد اون بچه ها به حال خودشون رها میشن، خیلی ها ترک تحصیل آمار بالایی داریم ترک تحصیلی که ناشی از این مشکل هست. پس بهتر این هست که به جای این افسانه پردازی بچه رو خودش رها بکنی خودش درست میشه، براش امکاناتی فراهم بشه که بتونه تا جایی که ممکن هست با زبان اول خودش بعضی از دروس رو آموزش ببینه. اینا ساز و کارش چه هستن حرفای دیگه ای هست. اینکه امکانات چقدر هست، چه جوری میشه اون امکانات رو فراهم کرد، کدوم یک از زبانها رو باید اولویت قرار داد، اینا رو ما نمیگیم همین سال دیگه باید این اتفاق بیفته. طبعا به زمان نیاز داریم، ولی برنامه ریزیش میتونه شروع بشه و خب یک زمانی رو گذاشت که مثلا تو اهداف 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله چطوری قراره این مسیر پیش بره و چقدر مثلا نیروهای انسانی لازم هست برای اینکه اون نیروهای انسانی باشن. مثلا خب توی دانشگاه ها میشه تربیت، توی دانشگاه تربیت معلم و زبانشناسان و زبان آموزان و متخصصین دیگه روی موضوع کار بکنن و خب میگم توی یک برنامه میان مدت و بلند مدت برای این هدف جلو رفت. زبان فارسی هم هیچ اتفاق بدی براش نمیفته. باز هم آمارها و مطالعات و تحقیقات تو کشورهای دیگه نشون داده که وقتی که آموزش به زبان مادری و اول هر بچه‌ای هست و یک زبان معیاری در کنارش قرار داره، مثل فارسی در کنارش قرار داره، اون آموزش هایی که به زبان اول بوده قابل انتقال به زبان معیار هست و اتفاقا باعث میشه که این دوتا با همدیگه بهتر بالا برن در بلند مدت. برعکسش نیست، یعنی برای زبان فارسی هیچ اتفاقی نمیفته، تهدید نمیشه، جایی نمیره، توی برنامه ریزی برای اونا هم میشه فکر. مرسی. راجب موضوع بعدی که حرف بزنیم یعنی در واقع موضوع آموزش جنسی برای همه دانش آموزانه، اگه میشه راجع به اینم حرف بزنیم چون خلأش وجود داره در نظام آموزشی. بله اینم باز من فکر میکنم اون موضوع آموزش زبان مادری و به زبان مادری به علاوه یه همین آموزش جنسی دوتا از چالش هایی هستن که خب ما زیاد روشون لازم داریم کار بکنیم. آموزش اینطوری معمولا میگن توی دنیا که آموزش روابط جنسی و عاطفی در وقتی که در آموزش بحث میشه اینجوری بیشتر وقتا فرمول بندی میشه که باید آموزش روابط جنسی و عاطفی مثلا در سیستم آموزشی این کشور چه شکلی هست، در چه سیستم های مختلف آموزشی در دنیا الان خب چند دهه هست که روی موضوع کار زیاد میشه. بهتر این هست که مناسب با، یعنی اینکه توی این منشور این گفته شده خیلی خوبه، یه خورده خب کلیه و یک هدف هست، به قول منشور که به درستی میگه مطالبه نیست، دستور کار هست، یک دستور کار هست که خوبه. چیزی که هست شناختن چالشاش مقدار مهم هست که چه چالش هایی وجود داره و اینکه بین روش های مختلفی که مثلا کشورهای مختلف دارن اون رو امتحان میکنن چه روشی مناسب هست برای جامعه ایرانی، اون هم یک بحثی هست. اما به هر حال اینکه آموزش روابط جنسی و عاطفی باید گنجانده بشه در اهداف آموزشی آموزش پرورش کشور ایران هدف بسیار مهم و ضروری هست. چیزی که هست خیلی مهم هست که در آموزش روابط جنسی و عاطفی سطح دانش آموزان، سن دانش آموزان و اینکه چه کسی قرار هست که این آموزش رو بده و با چه روش هایی قرار هست آموزش ها داده بشه روش خیلی فکر بشه. چون مثلا در سن
تا دبستان، تا پایان دبستان کاملا یک سیستمی رو میطلبه، بعد از دبیرستان دوباره در سنین نوجوانی و بلوغ یه چیزی رو میطلبه. معمولا دو روش مختلف در دنیا به این نگاه میکنن. یکی اون روشی هستش که بهش میگن روش جامعه، آموزش رابطه جنسی و عاطفی جامعه. یکی هم هست به اصطلاح روش های موردی، که روش های جامعه خب کلی تره، مفصل تره، کاملا مشخص میکنه که مثلا بچه ها در کلاس اول باید در مورد رابطه عاطفی و جنسی 1 2 3 4 این چیزها رو یاد بگیرن، در کلاس دوم 1 2 3 4 اینا رو یاد بگیرن، کلاس سوم و همینطور تا آخر مشخص میکنه که باید چه مواردی تو چه کلاسی مثلا چه سطحی آموزش داده بشه. در و خب توی برنامه ریزی مدرسه گنجانده شده، یه ساعتهایی بهش اختصاص داده شده، در مثلا هفته 2 ساعت مثل بقیه درس ها، این هم یک درسی هستش که بهش رسیدگی میشه. اون روش موردی روشی هست که یک سری از نکات رو میگن که مثلا از بین این سن تا این سن این نکات باید آموزش داده بشه، و حتما همینطوری نیستش که توی مثلا برنامه تمام مدارس مثل همه دروس یه درسی رو براش در نظر بگیرن، فلان ساعتی تو فلان هفته باید مثلا همونطور که گفتم 1 2 3 اینا رو حتما آموزش داده بشه، که معمولا هم مثلا معلمای خود مدرسه آموزش میدن، بلکه میگن که این موارد باید بین این سن تا این سن آموزش داده بشه. و خیلی وقتا توی این مورد از متخصص سینی که غیر از معلمای رسمی مدرسه هستن استفاده میشه. مثلا میگم خب این برنامه‌ای که قراره این تا این درس داده بشه، معلم مدرسه با اون متخصصینی که تربیت شدن آموزش دیدن برای اجرای همین مواد آموزشی باهاشون یه قراری گذاشته میشه که شما مثلا فلان ماهی اینقدر تعداد جلسه توی این مدرسه ما برای بچهای این سال تا این سال برای آموزش این قسمت این مورد میان، اونا مثلا تو اون موقع اینجا میان، ماه دیگه مدرسه دیگه هستن، ماه دیگه مدرسه هستن. این مواد خاصی رو متخصص هستن، این متخصص ها معمولا متخصص های بهداشتی، پزشکی و روانشناسی هستن که میرن و این مواد رو مثلا با روش مناسب که خیلی مطمئن بشن هم به لحاظ پزشکی درسته، هم به لحاظ بهداشتی درسته و هم به لحاظ روانشناسی درست و مناسبه اون بچه ها هست، اونا رو پیاده میکنن، تدریس میکنن. و خب معلم های ثابت اون مدرسه خیلی دخالتی توی اون بخش ندارن. هر کدوم از این دو روش که بخواد اجرا بشه، اگر باز همون متخصص های آموزش پرورش به علاوه شوراهایی که صحبتش شد تصمیم بگیرن در موردش، روش های درستی هست. اما مطمئنم چالش هایی خواهیم داشت در مورد این موضوع، به خاطر اینکه خب تمام دنیا چالش داره، بعضی از خانواده ها خیلی دغدغه دارن در این باره که چی داره، تو چه سنی به بچه ما درس داده میشه، ممکنه مخالف باشن، اینا رو خب توی شوراها باید براش یه فکری کرد. چیزی که مهم هست اینه که یک توازنی باید برقرار بشه بین اون چیزی که به هر حال متخصص ها به نتیجه میرسن که بچه ها لازم دارن آموزش ببینن، و ممکنه که در خانواده این آموزش رو نبینن. به هر حال فکر میکنن پس اگر بچه ها در خانواده این آموزش رو نبینن، در مدرسه هم این آموزش رو نبینن، کاملا ممکنه در معرض خطر باشن، در جامعه آماده این نباشن که حالا رشد که دارن میکنن انواع تهدیداتی که ممکنه بشن، و بعدا نقش هایی که قرار هست بازی بکنن، اجرا بکنن در جامعه، مشارکت هایی که قرار داشته باشن، انواع اون خطرها چون آموزش دیده، آموزش داده نشدن، خب مشکل داره. و به خاطر همین خیلی نمیتونن فکر کنن که یعنی حساب کنن روی اینکه خانواده ها این آموزش رو بهشون میدن. از طرفی هم خب اون طرف خانواده ها ممکنه فکر بکنن که این آموزش ها
ممکنه مناسب سن بچه من نباشه، ممکنه مناسب مثلا فرهنگ خانواده من نباشه و تمام اون اشکالاتی که میبینن به اینکه اصلا اصولا آموزش روابط جنسی و عاطفی داده بشه. اینه که خب توازن برقرار کردن بین این دوتا یه مقدار چالشیه، مواد ریز لازم داره، برنامه ریز لازم داره که خب اگر خانواده مشکلی داشت ما باید چه کار بکنیم، اون شوراها میتونه کمک بکنه و یه سری هم آموزش خود والدین میتونه کمک بکنه که والدین هم درگیر بشن، مشارکت داشته باشن، خودشون آموزش ببینن و بخشی از این آموزش رو اتفاقا خانواده ها بعد از آموزش دیدن میتونن شرایط مناسبی رو فراهم کنن در فضای زندگی کودکان که تناقض نداشته باشه بچه که وقتی تو مدرسه است اینو بهش میگن، وقتی تو خونه است یه چیز دیگه بهش میگن. اینها همه مسیری هستش که سخته ولی لازمه و خوبه که منشور اشاره کرده به این موضوع، ولی خب امیدوار هستیم که بتونن به اصطلاح علاوه بر دستور کار، انواع منشورها علاوه بر دستور کار یه مقدار وارد ریز چگونگی ها و برنامه ریزی ها و این قسمت ها هم بشن که خب لازمه که متخصص هم همکاری. مرسی. خب حالا به این اشاره کنیم که نقد شما راجع به مواد این منشور در حوزه آموزش چی اگه ممکنه بفرمایید؟ نقد که من خب حالا اولا که بگم وقتی که منشوری نوشته میشه به صورت گروهی متوجه این هممون هستیم که کار بسیار سختیه، یه کار گروهی که تبدیل بخواد به منشور بشه کار سختی هست. یک مقدار خب مشخصه که توی منشور احتمالاً چون کارگروهی هست افراد مختلفی مشارکت داشتن، ممکنه هم به لحاظ به اصطلاح فرمش که قسمت‌های مختلف چقدر با هم تعادل دارن مقدار موازی خیلی نباشه، چون هر ممکنه گروه‌های مختلف روی قسمت‌های خاصی کار بیشتری کرده باشن و روی بعضی از قسمت‌ها خب کار کمتری انجام شده باشه. در مورد قسمت آموزش که الان خب خیلی داریم روش توجه می‌کنیم، ما می‌دونیم که بحث آموزش همپوشانی داره با بسیاری از بخش‌های دیگه، از جمله بخش‌هایی که مربوط به مثلا خشونت علیه زنان، اشتغال زنان و اصولا بخش‌های مربوط به زنان و طیف رنگین کمان هست. فکر می‌کنم که حالا و اگر بخواد منشور کامل‌تر بشه این هم پوشانی‌ها یک طوری به همدیگه بتونن ارجاع داده بشن هم خوبه، چون بعضی وقتا یک قسمت مثلا بخش آموزشی رو که نگاه میکنیم ممکنه متخصصین آموزش روی اون قسمت بخوان فوکس بکنن، روش کار بکنن. میدونیم که ممکنه توی بخش مثلا اشتغال زنان یه چیزایی باشه که به درد اون قسمت آموزش هم بخوره و مهم باشه اصولا تو بخش آموزش، ولی اونایی که دارن رو بخش آموزش کار میکنن الزاماً تمام منشور رو نمیخونن. اینو در بلند مدت میگم، اینه که یه رفرنس دادن یا اینکه از همون بخشای دیگر هم خوبه بیاد تو بخش آموزش، یا اینکه یه رفرنس یه ارجاعی داده بشه به اینکه مثلا این مورد و در این مورد در بخش اشتغال مثلا گفته شده، تکمیل میکنه. یه چیزی دیگه هم این که یه مقدار توجه منو جلب کرد این موضوعی که مثلا آموزش اجباری رایگان و اجباری برای همه، اینا هم چون حساس هست، مثلا کلمه اجباری کلمه حساسی هست، بعد نیست که یه مقدار همونجا پرانتز گونه یه توضیحی داده بشه که منظور از اجباری چی هست. حالا مثلا من حدس من این هست که منظور از اجباری این هستش که خانواده ها یا جامعه هیچ کس نمیتونه مانع از این بشه که بچه ها آموزش ببینن. خب آموزش رایگان وجود داره ولی کسی نباید مانع بشه، باید بچه ها آموزش دیده بشن، چون خودش بچه یه مثلا 6-7 ساله ممکنه آگاه نباشه به این که باید بره مثلا مدرسه یا آموزش ببینه. اون کسی که مسئولش هست و یعنی این اجباره اجباری هستش که بیشتر متوجه اونهایی هستش که دارن بچه ها رو مثلا از اونا مراقبت پدر مادرشون خانوادهشون یا هر کسی دیگه ای. اما در این حال حالا از اونجایی که شورای معلمان و شورای خانواده ها هم گفته شده، در این حال یه جایی هم باید گذاشته بشه به این که خانواده ها هم یک حقی یک اختیاراتی باید داشته باشن که اگر
مخالفت منطقی داشته باشن که بتونن حالا اونو توضیح بدن، با اینکه مثلا فرض یک مدرسه توی این منطقه فقط یک مدرسه هستش برای بچهشون و اشکالی توی اون مدرسه میبینن در مورد بچه خودشون، اون قضیه اجبار میخواد کجا بره، چطوری بشه و چطوری میخواد حل بشه. این طور چیزا یه مقدار یه چیزهایی که ممکنه حالا بعضی از قسمت ها برای مثلا این آموزش زبان به مادری و آموزش روابط جنسی و عاطفی رو پیشنهاد میکنم اضافه کنیم بهش. یک قسمت هایش متوجه هستم که برای قسمت برنامه ریزی و ساز و کارها هستش که باید نوشته بشه، ولی یه قسمت هایی مثل مثلا کلمه اجباری و بعضی از این کلمه ها همونجا بهتره که یه توضیح کوچیکی داده بشه تا از همون ابتدا بعضی از سوء تفاهم ها پیش نیاد، یا اگر اختلاف نظری وجود داره بین کسانی که این منشور رو می نویسن و اون کلمات نشون نمیده اون اختلاف نظر رو، چون کلمه زیادی گنگ هست، اون باید بهش پرداخته بشه، معلوم باشه منظور از اون چیه. گاهی حتی لازم نیست، اگر مثلا نمیخوایم خیلی طولانی بشه، لازم نیست که همونجا بعضی چیزا توضیح داده بشه، ولی مثل یک زیرنویس یا پایان نویسی که مشخص میکنه یه جایی به عنوان منبع که منظور از این کلمه چیه، منظور از این کلمه چیه، ضمیمه بشه و مشخص بشه که کسانی که منشور رو نوشتن میدونن منظور چیه، میدونن از چی دارن صحبت میکنن، و کسانی که میخوان منشور رو امضا بکنن یا حمایت بکنن یا اجرا بکنن هم متوجه هستن دوباره منظور اونها چه بوده. این رو نمیشه خیلی در به امید اینکه ما با همدیگه تفاهم داریم توافق داریم گذاشت. باید در درون متن یا زیرنویس متن یا ضمیمه متن این کلمات توضیح داده بشه. فعلا در قسمت آموزش من همین رو دارم که بیشتر فکر می‌کنم اولویت بندی چون باید بشه دیگه، چون خیلی از این صحبت‌ها مربوط میشه به بخش برنامه ریزی و ساز و کار چیدن و اینا، نمیخوام خیلی مفصلش بکنم. متوجه هستم که در منشور فعلا باید تا جای ممکن کوتاه اولویت بندی شده موارد رو ذکر کرد، به خاطر همین من به همین چند مورد اکتفا میکنم. ممنونم پروانه حسینی در کنار ما بودن. خدا نگهدار. بدرود. مرسی از شما.